ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. با سلام به بینندگان تلویزیون جهانی اصلاح، از دریچه برنامه الفبا مهمان خانه های شما خوبان هستیم. در برنامه امروز آقای محمد شعیب حسینی متعلم صنف 12 مدرسه را با خود داریم. آقای حسینی به برنامه خوش آمدید. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. با عرض سلام و حرمت و احترام خدمت شما و همکاران و تمام بینندگان برنامه الفبا، خیلی خوشحالم که خودخور در همچنین برنامه بسیار زیبایی میبینم. تشکر، خوش آمدین. جناب آقای حسینی، اساس آفرینش انسان و خلقت عالم و کائنات را الله متعال بر یک هدف و بر یک قایه گذاشته و همه چیز به روال که در دنیا در عالم سیر هست، در حالت سیر است و پیش میره، اما بنابر یک هدف است که الله متعال قرار داده. در این میان برای انسان هم خداوند متعال اهداف تعیین کرده و بیان داشته که عبارت از شناخت الله متعال و معرفت حاصل نمودن با الله متعال است. حالا در عرصه زندگی و بندگی انسان چه اهداف دیگه در زندگی خواهد داشت که به اونها برسه و چطور میتوانه به این اهداف خود برسه و چه راهکارهای وجود داره برای رسیدن به این اهداف، اگر روشنه بیاندازین؟ خود هدف یعنی تعیین مسیر زندگی برای انسان. همیشه انسان‌های هدفمندند که شخصیت‌های والای میشن. اگر ما شما نگاه به اطراف خود رو بیندازیم، همیشه انسان‌هایی که دارای مقام بالا هستند، اونا کسانی بودند که در کودکی هدف‌های بسیار بزرگی داشتند. و اونهایی که امروز می‌بینین که در زیر دست افراد هدفمند کار میکنن، در حقیقت اونا کسانی بودند که در کودکی کدام هدف خاصی برای خود رو تعیین نکرده بودند. الله متعال هم برای انسان هدف تعیین کرده. در جای الله متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما میپندارید که ما شما را بیهوده خلق کردیم؟ یعنی بدون کدام هدفی. و باز در آیه دیگر الله متعال یک از اهداف خلقت انسان بیان می‌داره و می‌فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و من خلق ننمودم جن و انس را مگر که مرا به وحدانیت عبادت کنم. خب این که الله متعال برای انسان هدف تعیین کرده، به این معنا که یعنی هدف تعیین کردن یک چیز بسیار والایی هست. خب عموما اهدافی که در زندگی انسان باید انتخاب بکنه به دو دسته تقسیم میشه. بخش اول یا حصه اول همون بزرگترین و والاترین هدف انسان هست که در زندگی برای خود تعیین میکنه، و قسمت دوم و بخش دوم عبارت از یک سلسله اهداف کوچک و متوسط و بزرگ است که انسان برای رسیدن به هدف بزرگ خود رو به اونها نیاز داره. حالا اگر خواسته باشیم به یک مثال این نکات رو واضح بسازیم، یک شخصی که در حوزه علمیه یا در یک مدرسه درس میخوانه، این شخص برای خود یک هدف بسیار بزرگ تعیین میکنه و او عبارت از اینه که میگه من در آینده میخوام مفسر باشم. حالا یه هست هدف بزرگ و والای از اون. خب این شخص برای از این که به این هدف خود برسه، باید یک سلسله اهداف کوچکی و یک مقدار اهداف متوسطی و یک اندازه اهداف بزرگی داشته باشه. اهداف کوچک مثل یاد گرفتن زبان و ادبیات عربی. پس برای از این شخص لازمه که صرف، نحو، بلاغت و علم لغت را یاد بگیره تا آشنایی با زبان و ادبیات عرب حاصل بکنه. بعد اهداف متوسط این شخص باید داشته باشه، مثل از این که ترجمه قرآن را بسیار زیبا یاد بگیره و لغات قرآن کریم را با بسیار وضاحت بتوانه اونا را تفسیر بکنه و وضاحت ببخشه، و همچنین اصول تفسیر این شخص باید خوب پخته بخونه برای از این که بتوانه بشناسه که چی نوع تفسیر کردن از قرآن صحیح هست و چی نوع تفسیری نادرست است و چه نوع تفسیرهای وجود داره و در کجا چی رقم باید تفسیر بکنه و در کجا قسم دیگر تفسیر بکنه. و یک دسته اهداف بزرگی هم این شخص باید داشته باشه و این است که تفسیرهای متفاوتی مطالعه بکنه. ما از گذشته
تا به حال تفسیرهای بسیار متفاوتی دارن. تفسیرهایی هست که بیشتر فقهی هن. یعنی بیشتر تفسیرهایی هن که به احکام پرداختن. یک گونه تفسیرهایی دارن که اونا بیشتر بخش تسکیر گرفتن. یعنی تفسیر تسکیوی هستن. و یک دسته تفسیرها تفسیرهای بلاغی هستن. و تفسیرهای دیگه با اهداف متفاوتی نوشته شدن. حالا این شخص لازمه که از هر بخش تفسیرهای مطالعه بکنه. به عنوان مثال تفسیر امام قرطبی رحمه الله، تفسیر امام رازی، تفسیر معارف القرآن و تفسیر روح المعانی و تفاسیر دیگری که امروزه هست و وجود داره. حالا شخص وقتی این اهداف کوچک و متوسط و بزرگ انجام بده، او میتوانه به این هدف بزرگ خود دست بیابه که اینه که او اهل تفسیر میشه و تفسیر قرآن کریم به شکل صحیحی میتوانه او بیان بکنه. یعنی به طور میشه گفت این اهداف پله های و نردبان برای رسیدن به هدف بالا و هدف بزرگ هست. بله. خب چگونه ما در زندگی خود برای خود هدف تعیین بکنیم؟ در زندگی برای خود خوب چه راهکارهایی وجود داره برای تعیین اهداف تا اینکه ما هدفمند باشیم در زندگی؟ بزرگترین راهکار در بخش هدف و تعیین هدف اینه که انسان برنامه ریزی داشته باشه. برنامه ریزی به این معنا که اهدافی که او تعیین میکنه برای خود خوب در یک معیار مشخص برنامه ریزی بکنه و اونا رو اجرا بکنه. اولین نکته در رابطه به هدف و تعیین هدف اینه که اهداف خود خوب بنویسه. چون خود هدف یک خصوصیت داره که خیلی زود به ذهن میاد و خیلی زود هم از ذهن میره و اگر انسان تلاش نکنه و او در جا ثبت نکنه احتمال داره که به زودی از یاد از او بره و در آینده که او به یاد از او بیایه پشیمان باشه و بگه که ای کاش که من قبلا این می نوشتم تا این به اجرا می آمد و الحمدلله او هدف را امروز به دست می آوردم. چی بسا شده سوژه به ذهن انسان میرسه و او یادداشت نمیکنه، بعد فراموش میکنه. حتی بعضی از نویسنده ها و شخصیت های بزرگ شب اگر سوژه به ذهن نامی رسید او رو یادداشت میکردن و صبح وقتی که نگاه میکردن به یادداشت خود چیز جدید میدیدن، یا اصلا فراموش کرده بودن شب که او سوژه به ذهن نارسیده و او رو یادداشت کرده. یا در باب امام بخاری رحمه الله گفته شده که شبانه چندین مرتبه بیدار میشده، چراغ روشن میکرده، او چیزی که به ذهن رسیده بوده او رو مینوشته و دوباره باز سر به استراحت میگذاشته. بله همچنین است واقعا. یعنی انسان باید اولین نکته که باید در بخش برنامه‌ریزی و تعیین هدف مورد نظر داشته باشه همین نوشتن هدف می باشه. دومین نکته اولویت بندی اهداف است. همیشه انسان به یک فضا قرار نداره که بتونه تمام اهداف خود خور به اونا دسترسی پیدا بکنه. یعنی بعضی وقتها بعضی فضاها و بعضی محیطهای هست که انسان را محدود میکنه، یعنی نمیگذاره هر رقم هدف رو به دست بیاره. به همین خاطر شخص در هر فضایی که قرار میگیره ببینه که به چی اهداف میتونه دست پیدا بکنه، او اهداف را در اولویت قرار بده. و سومین نکته اینه که شخص اهداف خود خور به برنامه سالانه، ماهانه و هفتوار و روزانه آنها رو مشخص بکنه و تقسیم بندی بکنه. و این شخص وقتی اهداف خود خور بیاید تجزیه بکنه و اونا رو تقسیم بندی بکنه، از روز شروع بکنه و بعد به هفته و بعد به ماه و بعد به سال، این شخص میتونه که به خیلی به شکل سریع به اهداف خود خور دست پیدا بکنه. یک موضوع مهم که در باب نوشتن و یادداشت اهداف هست، حتی توصیه میشه که در باب کارها و امور روزمره و روزانه به خود خود یادداشت داشته باشیم. مثلا اگر ما قرار امروز من حیث روز پنجشنبه چند کار انجام بده، یا روز جمعه که تعطیلی آخر هفته است 10 کار مثلا انجام بده، خب این ذهن مختل میکنه، ذهن به خود درگیر میکنه و ذهن مصروف میداره و وقتی که فرد میره دنبال کارهایی که بعد از دیگری انجام بده در انتها میبینه که یکی دو تا کار مانده. وقتی که یادداشت بشه مفیدیت دیگه هم که داره اینه که وقتی که هر کار رو انجام میده و بعد به آخر انجام کار یک تیک میگذاره، ذهن او هم مشغولیت ذهنی او هم برطرف میشه و ذهن او هم راحت میشه و از طرفی هم کار نمیمونه. او برنامه‌ای که تعیین شده و اولویت بندی شده یکی بعد از دیگری سر جای خود همون قسم به پیش میره. در باب مطالعه هم همچنین توصیه های وجود داره. وقتی که فرد یک کتاب رو شروع میکنه و پایان میرسانه، بعد فاصله بین پایان یک کتاب تا شروع کتاب دیگه ممکن است زمان بگذره. فرد میره به کتابخونه نگاه میکنه، دل نمیگیره کتاب بگیره
برمیگرده، پس تا دوباره حال و هوای مطالعه و کتاب به سر او بیایه و بره دوباره دنبال کتاب، یک فرصت ایجاد میشه. راکار خیلی خوب در این باب و در این زمینه مطرح میشه که فرد یک روز در هفته یا در ماه یک ساعت نیم ساعت بشینه و فکر بکنه که میخواد چی مطالعه بکنه، بعد لیست بکنه، اول، دوم، سوم تا دهم، ده کتاب به خود تعیین بکنه. مثلا این ده کتابی که باید من در این ماه بخونم یا در این دو ماه بخونم، یا 50 کتاب تعیین بکنه که میخوام در یک فصل سال بخونم یا در نصف سال بخونم. بعد یک کتاب که تمام میشه، مستقیما فرد میره به سراغ کتاب بعدی، به سراغ کتاب بعدی. از این فاصله زمانی بین دو تا مطالعه کتاب یا بقیه کارها و اموراتی که در زندگی روزمره وجود داره، پشت سر هم بدون فاصله و بدون زیاد وقت میشه اونار فرد انجام بده. و از طرفی هم بیشتر علاقمند میشه فرد. وقتی یک کتاب رو تمام میکنه امروز، فردا ناخواسته به سراغ کتاب بعدی لیست خود خود میره. چون وقتی که کنار این کتاب تیک میگذاره که تمام شد و احساس مسرت و خوشحالی به او دست میده و به نوعی به یک موفقیت رسیده یا یک مرحله از برنامه ریزی خود خود طی کرده، در حال با انرژی به سراغ کتاب بعدی و به سراغ کار بعدی و برنامه بعدی خود میره. در باب مطالعه گفتیم، حرف از مطالعه شد و مطالعه مستمر و پیگیر. برادر شما جناب آقای حسینی، جوانها و نوجوانها در چی عرصه های و در چی زمینه های مطالعه داشته باشند خوبه، یا چی عرصه های شما توصیه میکنین که مطالعه بکنن؟ خود مطالعه واقعا یک انگیزه بسیار بزرگ به انسان میده. یعنی کلا انسان وقتی در فضای مطالعه داخل میشه، اصلا به دیگه دنیای گویا داخل میشه. از بس که جذاب و بسیار جالبه، ای که انسان خاطرات گذشتگان میبینه و از فعل، از حالت فعلی خود خبر میشه، خیلی واقعا فضای دیگره و گویا به یک جای دیگره داخل میشه. در باب مطالعه، بهترین مطالعه هم مطالعه هدفمنده. یک انسان با هدف و به شکل بسیار درست و برنامه ریزی شده مطالعه بکنه. یعنی هر چیزی رو نخونه. ها دیگه، خیلی وقتا هست که یک شخص میره به کتابخونه میگرده، هر رقم کتابی که به نظر از او جالب بود، حالا پوشی جالب بود یا دیزاین از او جالب بود، اون میگیره، در حالی که شاید محتوای از او چیزی نداشته باشه. کتاب رو از جلد قضاوت میکنه. بله. خیلی کسا هستن حتی گفتن در رابطه با کتاب ها که بعض از کتاب ها هست حتی ارزش خواندن یک بار هم نداره. و امروزه که انفجار معلومات هست و کتاب ها بسیار زیاد شده، فرصت نیست برای اینکه انسان هر رقم کتاب رو بخونه. به همین خاطر باید شخص اولین نکته که در باب مطالعه مد نظر داشته باشه اینه که یک مربی داشته باشه، یک کسی که از او بزرگتر باشه و کتاب های زیاد مطالعه کرده باشه، بعد بره از او پرسان بکنه که من چی کتاب های بخونم. از نظر من شخصیت هایی که به بلندی و موفقیت میرسن، اونا انسان هایی بودن که مطالعه موفق هم داشتن. افرادی که عموما به سنین 13 تا به 18 سال یا 19 سال هستن، توصیه به اونا این است که ابتدا به رازی که شوق با مطالعه پیدا بکنن، کتاب های قصه بگیرن. کتاب هایی که قصه های اسلامی داره، قصه های بسیار نیکی داره، قصه هایی که عبرت انگیزه، او قصه ها مطالعه بکنن که از یک نگاه خود قصه برای انسان درس و اندرز میده و از نگاه دیگر انسان رو جذب میکنه به خود. بعد وقتی جذب مطالعه شدن و مطالعه در نظر از اونا بسیار یک چیز مهم و با ارزش آمد، خوبه که شروع بکنن یک تقسیم اوقات برای مطالعه خود داشته باشن. یک بخش از مطالعه خود مطالعه تخصص خود داشته باشن، یک تخصص برای خود انتخاب بکنن و در اون باب کتاب‌ها رو بگیرن و مطالعه بکنن. بخش دیگری که در زندگی انسان لازم است تا همیشه اون مطالعه بکنه، بخش تزکیه هست. کتاب های تزکیه از علمای گذشته و از علمای که معاصر هستن، حتما اونا را لیست بکنه و برای خود مطالعه بکنه. ولی باب تزکیه و بخش تزکیه یکی از بخش های است که در طول زندگی انسان رول داره و بعد اون را هیچ وقت ترک نکنه. و یک قسمت هم علاقه انسانه، که انسان به چی علاقه داره. بعض از کسا هستن به کتاب های انگیزشی علاقه دارن، بعض از کسا هستن کتاب های دیگر دوست دارن مطالعه بکنن. خوبه که یک بخش هم بخش علاقه از اونا باشه و کتاب هایی که خیلی دوست دارن اونا رو مطالعه بکنن. و یکی از چیزهایی که بر روی شخصیت انسان در این سنین خیلی تأثیر میگذاره، چون سنین نوجوانی سنینیه که انسان
میگرده به دنبال یک شخصی که او الگو قرار بده برای خود خود. به همین خاطر توصیه ما ای است که سیرت پیامبر، سیرت صحابه و سیرت بزرگان و زندگی نامه های از اونها مطالعه بکنه، چون اونها شخصیت از اونها وقتی در داخل کتاب ذکر میشه، وقتی ما میخونیم به مرور زمان، وقتی به هر مشکلی در زندگی خود رو میخونیم، حتما یک عمل کرده از یک از اصحاب یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم یا از زندگی بزرگا خواهیم دید که اونها در مقابل همین عمل کرده که ما امروز در برابر از او قرار گرفتیم چیکار کردن، و باز ما همون اجرا میکنیم و ما میشیم انسان موفق و شخصیت موفق. و سیرت و زندگی نامه واقعا در زندگی انسان یک تأثیر بسیار بزرگ و تأثیر بسیار قوی داره. عرف معروفیه که میگه بعد از کتاب های مقدس، مقدس ترین کتاب ها که خوانده بشه زندگی نامه ها هست، و ما میتونیم در طول یک ماه یا 20 روز یا یک هفته زندگی 40 ساله، 50 ساله و یا 70 ساله یک شخصیت بسیار بزرگوار و تجربه این همه سال او در این مدت کوتاه بخونیم و از او درس بگیریم و اندرز بگیریم. گاهی اوقات چیزهای زیاد انسان از روزمرگی های زندگی شخصیت ها در میابه. مثلا اگر ما اشاره بکنیم به مثلا امام ابوالحسن ندوی رحمه الله، کتاب های زیاد نوشتن، صحبت های زیادی کردن، سخنرانی های زیادی از اونها به یادگار مانده، خداوند مورد رحمت قرار بده همه سلف صالح و گذشتگان نیک ما. ولی یک نکته در زندگی امام ابوالحسن ندوی رحمه الله که یک نکته بسیار به نوعی پوشیده و پنهانی است و تاثیر زیاد میتونه روی افراد بگذاره، ایه که با وجود همه کتابایی که امام بزرگوار نوشتن و صحبتای زیادی که کردن، اما یک قسمت کوچک از زندگی او گفته میشه که بسیاری از صحبتای خود این امام بزرگوار یا بسیاری از خاکه کتابای خود خود در وقت سفر در داخل تیاره و هواپیما، یا این شکل ای در رابطه به مرحوم دکتر یوسف غرزایی رحم الله هم گفته شده که بسیاری از خاکه نوشته های خود خود به انگام سفر در داخل تیاره یا در سالن های انتظار اونها انجام دادن، بعد فرصتی که میسر شده باز او خاکر و او ماده خام کتاب خود خود باز با استدلال از آیات و استدلال از احادیث و اقوال علما باز او به پختگی رساندن یا او به کمال رساندن و او کامل کردن. حالا وقتی که ما زندگی شخصیت های مختلف می خوانیم از علمای گذشته تا شخصیت ها و علمای امروزی، ما میتونیم طی یک سال عمر و زندگی خود صدها سال تجربه به دست بیاریم که این یک ارزش بسیار بزرگیه که کمتر کسی به این توجه میکنه که باید جوانها و نوجوانها خصوصا که طبق فرموده شما در مرحله تأسی یا الگوپذیری و یا الگوگیری هست و توصیه بشن به این که برای خود خود یک شخصیت عنوان الگو تعیین بکنن، از شخصیت های صدر اسلام و از علمای که در سالهای تا عصر امروز ما اونها آمدند و تلاش کردند و هدفمند زندگی کردند و بعد الله متعال اونها به دیار باقی برد و از اونها سرمایه و میراث بسیار بزرگ و میراث بسیار ستور که به جا مانده از اونها استفاده بکنن و استفاده بشه. حالا این عرصه های مطالعه که گفته شد، مثلا عرصه تخصص و عرصه تزکیه و تربیت فکری و سوم عرصه علاقه، حالا این ترتیبی که گفتین بر اساس یک اولویت هست، درسته؟ یعنی اول به آنچه که تخصص میخواه بگیره. از طرفی هم نوجوان ها ممکنه که هنوز به سن و سال انتخاب تخصص نرسیده باشن، یعنی منظور این شاید باشه که یعنی با مشوره یک الگو و یک مربی کم کم سوق پیدا بکنه به سوی یک هدفی که او میخواه در آینده مثلا مفسر بشه یا میخواه محدث بشه یا میخواه مورخ بشه یا اینکه روانشناس بشه، اما قسم مطالعه خود رو پیش ببره. یعنی این سه عرصه به نظر شما به شکل اولویت بندی ترتیب شده؟ بله، همین قسمت باید به همون
ای که برنامه های داشته باشه درباره کتاب های مورد علاقه که مطالعه میکنه و کتاب های تزکیه مطالعه میکنه. و درباره تخصص عموما سنینی که در 12 13 14 قرار دارن، خب این اشخاص خیلی کم روی تخصص تمرکز دارن، بیشتر خود تخصص از سنین 17 18 و از او به او بر این اشخاص میتونن تخصص خود خور یا خود از اون انتخاب بکنن یا با مشوره بزرگان و اساتیدی که دارن تخصص انتخاب بکنن و کم کم رو از او کار بکنن. یعنی از دوره لیسه و دوره عالی که پا میگذارن به صنف 10 و 11 و 12 تا آماده کنکور میشن به تحصیلات عالی رو پیدا بکنن، از این دیگه خود تخصص تعیین میکنن. بسیار تشکر. برمیگردیم به موضوع هدف در زندگی و سوالی که در اینجا مطرح میکنین اینه که برای پیشبرد درست اهداف خود چه کار بکنیم؟ خیلی یک نکته مهمه که در اینجا باید تذکر داده بشه اینه که ما زمان خود مدیریت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که از وقتهای زنده خود استفاده بکنین و از وقتهای مرده به وقتهای زنده تبدیل بکنین. و بعض وقتها موانع در برابر استفاده ما از زمان قرار میگیره، اون موانع برطرف بکنین و یک سری ترفندهای برای مدیریت زمان و برای بهتر استفاده کردن از زمان به کار ببرین. مثلا خیلی جالبه، یک از علما میگن وقتی مهمان میامده به اونا یا وقتی کسی به اونا صحبت میکرده، همزمان که داشتن با او صحبت میکردن نی خودم میتراشیدن. یعنی این معلوم میشه که یک ترفندیه که این شخص میخواد از وقت خود بیشتر استفاده بکنه، قلم خود خود آماده میکنه و همزمان با مهمانها خود با او صحبت میکنه. یا خیلی از علمای دیگه که ذکر میکنن که اینا در هنگامی که راه میرفتن، یعنی یک عمل رو انجام میدادن، در کنار از در کیسه های خود خود یک کتابچه ها و کتاب های کوچکی داشتن که اونا مطالعه میکردن. یعنی دو کار در یک زمان انجام میدادن و این میرسونه که اونا از وقت خود به این رقم استفاده میکردن و اوقات مرده ای که یعنی انسان برای راه رفتن استفاده میکنه یا برای صحبت کردن استفاده میکنه، این کارهایی که کوچک هم هست اینا در این وقت انجام میدن تا اینکه بتوانن به وقت خود خوب بیفزایند. فتح ابن خاقان وزیر دربار متوکل میگن همیشه کتاب به آستین داشته که اگر خلیفه بیرون میشده تا برگشت یا خود جایی میرفته در مسیر از وقت استفاده کرده و مطالعه میکردن. و یکی از شخصیت های دیگه قرار بود یک کار رو انجام بده، یک روی یک کتاب کار بکنه و شخصیت بسیار مهربانه بوده و افراد زیاد به نزد او رفت آمد میکردن. افرادی که میامدن مینشستن و صحبت میکردن و به نوعی وقت شخصیت رو میگرفتن و این روز بروز از برنامه و کار خود خود عقب میمانده. بعد به فکری شده که چطور از دست این افراد نجات پیدا بکنه. بعد با یک حکیم مشوره میکنه اما چه کار بکنم، مراجعین زیاده، افراد زیادی رفت آمد میکنن. بعد به توصیه جالبه کرده بوده و این بحثه که از ترفندهای مدیریت زمان استفاده بکنم. بعد به این توصیه کرده بوده به شخصیت بزرگوار که شما افرادی که به نزد شما میاین از دو حال خالی نیست، یا آدمایی هستن که سرمایه‌دار و ثروتمندن یا آدمایی هستن که توهیدست و فقیرن. شما از افرادی که ثروتمندن مبلغ پول بخواین که به شما به عنوان قرضه بپردازن تا شما از طرف فرصت باز پول اونا رو بنا بر بگردانید، و باز این افرادی که چیزی ندارن بنا پول بپردازن شما باز از طرف فرصت پول شما رو دوباره به شما برگردانن. بعد این شخصیت این ترفند رو به کار میگیره و بعد میبینه که دیگه این افراد به نزد او نیامدن، او سرمایه‌دار فرار میکنه به نزد این نمیایه که از او پول نگیرن و این فرد دیگه هم فرار میکنه به نزد نمیایه که گویا که اگر بیایه به این معنی که آمده که او حساب او رو حسابی بکنه، تسویه بکنه. و بعد ای با استفاده از این ترفند توانسته که باز به کار و برنامه خود برسه. و در باب مدیریت زمان گفتیم کتاب های زیادی در این باب نوشته شده، کتاب از برایان تریسی هست و کتاب دیگه از عبداللطیف ناروی هست که در این باب نوشته شده. نظر شما و اینجا هم دیده میشه کتاب مدیریت زمان شما با خود دارین، میشه که در باب این کتاب هم توضیحی داشته باشین؟ این کتاب مدیریت زمان، هدف شناسی و برنامه‌ریزی از شخصیت بزرگ ایرانی عبداللطیف ناروی هست، یک از کتاب‌های که به منهج اسلامی نوشته شده و یعنی به ما نشان میده که
چگونه از زمان خود خوب مدیریت بکنه. موضوعات خیلی جالبی داخل از این مطرح شده. یکی که ضروریت مدیریت زمان یعنی ایر بیان میکنه که چرا ما باید زمان خود خوب مدیریت بکنیم. نکته دیگری که بیان میکنه ای که مدیریت زمان در زندگی علمای اسلامی چگونه بوده، علمای اسلامی چگونه از این وقت خود خوب استفاده میکردن. و دیگر بحث های در رابطه به هدف شناسی، برنامه ریزی، مدیریت خواب و این بخش ها میای بحث میکنه. و خیلی واقعا من یک باری کتاب رو خوندم، خیلی کتاب جالبی یافتم و حتما قصد دارم که بارها و بارها این بخونم، چون خیلی از این کتاب استفاده شده. من به عنوان نمونه یکی دو قسمت از این کتاب به خوانش میگیرم تا بینندگان بدانن که واقعا این کتاب جالب و خواندنی هست. در صفحات آغازین کتاب میگه که از امروز تصمیم دارم این کتاب را به پایان برسانم و از امروز تصمیم دارم ذهنم را کنترل کنم و در جهت مثبت از آن استفاده کنم. اکنون به این نتیجه رسیدم که تا خودم را تغییر ندهم و اراده تغییر نداشته باشم هیچ تغییر مثبتی در زندگیم شکل نخواهد گرفت. یعنی ببینید از آغاز کتاب شما را انگیزه میده، یعنی شما به این تلاش وادار میکنه تا این کتاب را پایان برسانید و بتوانید در خود یک تغییر ایجاد بکنید. و یا در جای دیگری در رابطه به استفاده و مدیریت زمان از یک از علمای سلف میای بیان میکنه، از علمای بزرگان و تاریخ بزرگان تاریخ اسلام که در گذشته آنها زندگی میکردن. خیلی نکته جالب این شخصیت میگه علامه ابن جوزی، میگه بر وقتی که در حال خوردن میگذشت نیز حسرت میخورد و میفرمود به خدا سوگند من بر وقت خوردن که نمیتوانم دانش کسب کنم حسرت و افسوس میخورم، زیرا زمان و وقت بسیار ارزشمند است. یعنی خیلی جالبه، شخص در حالی که غذا خوردن یک چیز طبیعی هست و باید انسان به او وقت بده، اما این شخصیت ها از بس که حریص به علم و دانش اندوزی بودن حتی نمیخواستن که همون وقت غذا از اونا هم به وقت غذا تنها بره. در زندگی او آمده که نان نرم شده میخورده تا یک همون فرصت جویدن و او هم از او گرفته نشه. بسیار تشکر که به برنامه اشتراک کردین و حضور به هم رساندین و صحبت های نیکی شد. طبق روال برنامه مهمان برنامه به برنامه هدیه دارن و شما هم مدیریت زمان رو با خود آوردین و کتاب به عنوان بله من این کتاب واقعا کتاب بسیار زیبا و جذاب است. من برای برنامه هدیه بدم انشالله که دوستان همیر مطالعه بکنم، خیلی واقعا کتاب زیبایی است. بسیار تشکر. مدیریت زمان کتابی است که به ما کمک میکنه تا اینکه ما در زندگی خود برای خود هدف تعیین بکنیم و برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی بکنیم و اولویت بندی بکنیم تا اینکه با عبور از برنامه ریزی و اولویت بندی به اهداف بزرگ و نیکی که خود برای خود تعیین کردیم و او هدف بزرگی که خداوند متعال برای ما تعیین کرده برسیم. با تشکر از همه شما بینندگان عزیز که تا آخر برنامه همراه ما بودین. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.